اشیر دلیر سپهبد منم، که اکنون سرت را ز تن برکنم. تو من رها کن، برم به دش، وقتی هم بشوی در دش رو باز میکنم. نهانی بسازی بهتر بود، خرد داشتن کار بهتر بود. کنون لشکر و دش به فرمان توست، نباید بدین آشتی جنگ جوست. سهراب دید آیتی دو نشون میتونه بدن، یکی دژ سفید رو بدون جنگ و خونریزی فرد میکنه و دوم به گردآفرید. بند از گردآفرید گشود، گردآفرید تن خسته و بستش رو به دژ کشید، وارد که شد در دژ بسته رفت بالای بار. نباشی بسی من به بازوی خیش، خورد گاو نادان ز پهلوی خیش. این گاو سهراب که خوب چه به تاج و به تخت و به ماه و به مهر، که این باره با خاک پس آورم، تراوه ای ستمگر به دست آورم. چو بیچار گردی و پیچان شوی، ز گفتار یاوه پشیمان شوی. شگفتاوی آمدم در کمند، که از بند جست و مرا کرد بند. شگفتاوی آمدم در کمند، که از بند جست و مرا کرد بند. گردآفرید خنده ای کرد گفت، تو کوچکتر از آنی که دلی دختر ایرانی رو به دست بیداری. بخندید و آنگه به افسوس گفت، که توران ز ایران نیابند جفت. ز روز یکم دیده ماه و شید، ز ایران زمین گرد بسیار بود. چو ایران زمین مام گردان بود، بود گرد ایران که گرد آورد. خب، اما میهمان بزرگوار بعدی که برای ما سخن خواهند گفت و از سخنانشون استفاده خواهیم کرد، استاد بسیار بزرگوار و عزیزی هستند، نویسنده کتاب عزیز ذیل فرهنگ های فارسی، استاد بزرگوار دکتر علی رواقی. با سلام خدمت خانم ها، آقایان، عزیزان،